فصل دهم. ای برادران، آرزوی قلبی و استدعای من از درگاه خدا برای اسرائیل این است که ایشان نجات یابند. من می توانم شهادت بدم که آنها نسبت به خدا متعصبند، اما تعصب آنان از روی معرفت نیست، زیرا راهی که خدا به وسیله آن انسان را در حضور خود نیک محسوب می کند نشناختند و کوشیدند راه خودشان را برای به دست آوردن نیکی مطلق درست جلوه دهند و به این دلیل تسلیم نیکی خدا نشدند، زیرا مسیح هدف و تمام کننده شریعت است برای هر که ایمان آورد و به این وسیله در حضور خدا نیک شمرده می شود. در مورد آن نیکی که از شریعت به دست می آید موسی می نویسد: هر که شریعت را به عمل آورد به وسیله آن زیست خواهد کرد. اما درباره نیکی مطلق که از راه ایمان به دست می آید می گوید: در دل خود نگویید کیست که به آسمان صعود کند تا مسیح را پایین آورد، یا کیست که به جهان زیرین فرو رود تا مسیح را باز از میان مردگان بیرون آورد. او می گوید کلام خدا، یعنی همان پیام ایمانی که ما اعلام می‌کنیم، نزدیک توست، آن بر لب‌ها و در قلب توست. زیرا اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. کتاب مقدس می فرماید هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. پس هیچ تفاوتی میان یهودیان و غیر یهودیان نیست، زیرا